امیدوارم که زنی مثمر و ثمر باشم برای زنان بلوچ و به زنان و هم‌نوعان خودمون بگیم ما میتوانیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود عدم، عرض سلام، ادب و احترام خدمت بینندگان پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل. در خدمت یک بانوی توانمند بلوچ هستیم، با ما همراه باشید. بانو، برای ما بگیم که با جامعه زنان بلوچ چه صحبتی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتینا کل کوثر فصل لربک و انهر انا شانک هو الابتر. زنان بلوچ خیلی خیلی توانمندن، خیلی توانمندن و انشاءالله این راهی باشه که بتونن توانایی خودشونو تو هر مشاغلی که هستن نشون بدن. از علاقه تان به آموزش ابتدایی بگویید. من خیلی از زمان دبیرستان و بچگی کلن به بچه ها علاقه داشتم، چون خودم بزرگترین نوه خانواده بودم و همه بچه تر از من بودن. به خاطر همین خیلی یه جورایی حس خوبی بود که کمک کردن به کوچکتر از خودت، اینا باعث شد که من خیلی کودکان رو دوست داشته باشم و رفتم درس دانشگاهیم هم آموزش ابتدایی خوندم، اول کاردانی، چون رشته ایه که نمیتونیم یک سر ادامه بدیم، به خاطر همین اول کاردانی رو خوندم، بعد محمدم اینجا معلم شدم، بعد در حین معلمی دوباره ادامه تحصیل دادم برای کارشناسی و الان هم که دوباره باز همینطور به مقاطع بالاتر. کودکان برای من خیلی جالب بود چون خیلی صادقن. خانم بسیار فعالی هستید، الگویتون در زندگی چه کسی بوده؟ قشنگ میتونم به واضح بگم خانم حاجی پروانه ریگی که مادر بزرگ بنده بودن. امیدوارم بتونم راه ایشون رو ادامه بدم، چون ایشون خیلی معتقد بودن زنان بلوچ میتونن تو این جامعه الان به جاهای خیلی بالا برسن، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ خانه‌داری. بانو جان، جسارت را برای بانوان چگونه میبینید؟ جسارت چیز خوبیه و ما نه جسارت در جاش چیز خوبیه. بالاخره باید ما خانوم ها و زنان بلوچ فرق نمی کنه، اون یه برای استارت و شروع باید یک ذره جسارت به خرج بدیم که بتونیم خودمون به جاهای بالا در عرصه سیاسی، علمی، فرهنگی و هنری برسونه. از خانم حاج پروانه ریگی برای مخاطبان میارجل بگید. خانم حاجی پروانه ریگی تنها چیزی که زبان من قاصره که بگم اینه که بزرگترین زن بلوچستان شناخته شد و فکر میکنم بزرگترین زن بلوچستان و جزء بزرگترین زنان کشور ایران شناخته شده، چون بلوچستان جزی از کشور عزیزمون ایرانه. ما حاجی پروانه ریگی هرچی روزگار برای سخت میگرفت ایشون قدرتمندتر میشدن به لطف پروردگار، چون ایشون خیلی زن با ایمانی بودن و به لطف پروردگار ایشون قدرتمندتر می شدن. تشکر از شما بانوی ارجمند که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس. تشکر از بینندگان پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل که با ما همراه بودید. حق یار و نگهدارتان.